به من میگو مثل بقیه که تو باغچه های ویلاهای دیگه چالشون کردم، همونجا چالت میکنم. میتونستم شکایت بکنم، حالم بد بود. دوستان سلام، به 60 ثانیه دیگه با من خیلی خوش اومدین. امروز میخوایم حواشی مربوط به شکایت کردن سحر قریشی از تتلو و پاسخ کوبنده اون به امین فردین رو بررسی کنیم. پس دکمه سابسکرایب رو بزنید و تا آخرین پست با من همراه باشید. سحر قریشی که در پست‌های قبلی یوتیوبش از شکنجه 6 ماهش در خونه امیر تتلو میگه و زندگی در اونجا رو جوری تصور میکنه که باورپذیر نیست، حالا دست به افشاگری‌های جدیدی از تتلو میزنه. سحر در ابتدای پستش به سوالایی که امین فردین از اون کرده بود، از جمله اینکه چرا شکایت نکردی و یا چرا فرار نکردی رو اینطوری جواب میده. آره بچه‌ها میتونستم شکایت کنم. آره آقای محترم مخاطب هستی، من شما این میتونستم شکایت بکنم. حالم بد بود. تنها بودم. موبایل نداشتم، به 4 تا آشنام زنگ زدم. موبایل یه دونه گوشی زنگ زدم برام آوردن. از تلفن کسی همین دختره دنبال دست داستان نکردین. میخوام بی ادب نباشم. من تلفن کردم به برام گوشی آوردن، شماره یه کسی رو نداشتم که اونجا بیاد برم تو خونش دو روز آرامش بگیرم بیان حمایت کنن رفیقا. من نه زیاد ولی دو سه تا رفیق خیلی گردن کلفت خیلی خوب و خیلی خفن آدم حسابی من توی ترکیه داشتم که بخوام بهشون زنگ بزنم. من 6 ماه به جرئت 6 ماه کتک خوردم. شما برو تلفن کن آقا، میخوام دوشم از فضا برم دوباره تو داستان، همه داستان شما میدونید. برو تماس بگی باهاشون، هر کی که اونجا بوده، دختر پسر، اونایی که همیشه ثابت بودن، اونایی که رفیقن، بگو آقا شما اصلا توضیح نداده توی خط توی کلمه بله خیر، بگو شما حرفای خانم قریشی تایید میکنید. ببین چی میگم، اگر تکذیب کنن اونایی که من میدونم اونجا بودن، از همینجا میگم بچا من شکایت میکنم ازشون، چون اونا زمانی که بقیه بودن بودن، یعنی اون حجم زیادی از شکایت میره سمتشون، بعد ولشون نمیکنم. همونایی که تو ایران هستن، همونایی که تو استانبول هستن، همونایی که هر جایی هستن که خودشون میدونن ما میدونیم و تو بعضی اومدن دبی، شکایت میکنیم ولشون نمیکنیم. بنابراین بیان پای حق وایسن. جرأت نداره این رفتار با دخترای خارجی بکنه، فقط با دخترای ایرانی این کارو میکنه. اگر دختر ایرانی، اینو تو پرانتز بگم، اگر دختر ایرانی پاشده رفتار اونجا اومدم میگه نه من جز احترام چیزی ندیدم، بابا باحال نکرده، تو اینقدر دیگه داغون تر از اونایی بودی که ما دیدیم، باحال نکرده، گفته بابا اینو بفرستید بره، خب باهاتون حال نکرده، گفته که آقا یه روز اونجا بودی، یه روزت بشه، دو روزت بشه، سه روز از چهارم من حالتو میپرسم، یه اینجا استوری بذار بگو که من حالم خوبه. خب میخواستم فرار کنم، پاسپورت نداشتم، گوشی نداشتم، پول نداشتم، کارت من، حالا این احمق میگه مثلا حدا بعد این قدیم اینقدر دلار بذاری، نه من کارت بانکی که بتونم خارج از کشور بتونم از آبل پول از چیز ای تی ام شون پول بگیرم و فعلا بتونم هزینه کنم خرج کنم و نداشتم، توی اون کیفم تو اون وسایلم بود، هیچی نداشتم بخوام فرار کنم. از طرف دیگه از آبرو میترسم، یعنی میگه وقتی به محلی میرسم میگم گور پدره همه چی مداره پاشم برم پدر اینو در بیارم فلان کنم فرار کنم این خونه. بچه‌ها من از نمیدونستم که من این تو یوتیوب داره چه گویی میخوره، که من خبر نداشتم که شما هم میدونستین، من نمیدونستم وقتی گوشیدم. بعد این 4 تا دختری دورم بودن، یکیشون دیگه دم آخر دیگه رفیق شد با من، اونم هم بغل من کتک خوردون، بچه دید من واقعا قلبم داره براش پاره میشه، اعتماد کرد، 4 تا عکس از تمام بدن من انداخت که این جایی که انقدر کبود بود و گنده و بقیه تنم خط خطی بود و فلان، منم حالا اعتماد نداشتم نمیذاشم عکس بندازه، ولی خب دیگه خیلی بسته و کلوز اپ و اینو از بدنم بود پاهامو اینو عکس انداخت نگه داشت که من شماره به از قبل بهش داده بودم که زنگ بزنه مثلا بگی که حالم خوب نیست و فلان این حرفا، به یک دوستا واسه اون فرستاده بود، میش گفتم بفرست واسه اونم فردا اینم بهمون نمیده، که حالا علاوه بر طریق اون دوستم من دارم اون موقع براش فرستاده بود. اون در ادامه از ماجرای قتلی که امیر تتلو گفته بود انجام داده هم پرده برداری میکنه. یعنی این قاتلای سریالی که میبینیم تشبیه فهمی طرف مثلا دو قطبیه چیز خیلی عادی براتون نباشه، حالا چون طرف خواننده است از کجا میدونی آدم نکشته؟ همین آدم جو به من میگه مثل بقیه که تو باغچه‌های ویلاهای دیگه چالشون کردم، همونجا چالت میکنم. این جمله رو از دهن بقیه هم شنیدم، میدونی الان شمشیر رو از رو بستم، یعنی اگه نمیدونید اینو بدونید من شمشیر رو از رو بستم، دنبال هیچی هم نیستم بیشتر، یعنی بابت هر ویدیو دارم آبروی خودم میبرم. فکر میکنید خیلی خوشحالم و خیلی شیکه که من بیام بشینم بگم آی من سحر قریشی ام، بازیگر یک کشور که یک کشور منو میشناسن، حالا بیام بگم به دست یه مارمولک بدون چه میدونم لایک پشت بدون لایک کتک خوردم و شکنجه شدم. بچا واقعا شرایط بده، واقعا شرایط بدی رو من گذروندم، نه من تمام این دخترا. سحر قریشی حتی نسبت به کنسرت های لغو شده هم واکنش نشون میده و میگه کسایی که میرن یه مشت گاون. آقا طرف شده دیگه پدر کنسرت های بی سر و ته، فقط پولای مردم رو میگیرن پس هم نمیدن، کسایی که ببرین سراغ آقای فلانی پولتون رو پس بگیرین، نه اون میده نه اینا با هم رفیقن، اینا این میخواد فقط سر خودش بازه، من که گفتم برید به اون از اون بی شرف پولتون رو بگیرین، حالا برو پولتو بگیر، حالا تا جایی که ما اونجا بودیم هیچ پولی پس داده نشد، بعد باز یه سری بیشور دوباره رفتن کنسرت بعدی، دوباره پول اونا بسته نشد، دوباره یه سری بیشورتر از قبلی ها، نکنید دیگه
بعد نمیم ازم بخواین خانم قریشی تو رو خدا ما سه بار پول کنسرت دادیم، خب تو گاوی. اما اون که در پست قبلیش نسبت به 50,000 دلاری که از تاره می گرفته بود پاسخ داد، در این پست هم به 250,000 دلاری که می گفتن از تتلو گرفته جواب میده. نه بر نداشته ببره فلان کرد چرت به هر حال شما حرف مفت و چرت دروغتون رو در دو حالت اومدین پخش کردین. سوال من اینه چی شد این آدم دو روز بعد از کارتون خوابی و گشنگی کفشاشو کف دوی دست دوم کهنه‌شو گذاشت واسه فروش؟ یه ذره شعور داشته باشین. یارو تو ویلای مفت مردم آریه، ویلای نسیه نشسته، مال خودش نیست، پولش هم خودش نداده چون نداره خودش، و چهار دست لباس، لباساش هم که یکی دیگه داره بهش میده، تتوهایی هم که میزنن پول نمیگیرن، هر از گاهی یارو میاد یه پولی از یوتیوبش در میاره میده به اونا. چی شد یهو 250,000 رویاهاش دیگه؟ آقا حالا خانوادگی این مشکلا از این برای من میگفت پولمو بده بعد برو 250,000 دلار بده، چطور از 50,000 دلار از تا گرفتی؟ چرا ما اون اومد اینو گفت من نگم؟ میدونست خودش که هم چیزی نیستا، خودش کاملا با واقعیت روبروی، نه کاملا میدونه که اینا چرت و پرته. خواهرش از کف ایران واسه من شماره کارت فرستاد، خواهری که اونجا بود ثانیه به ثانیه رو دید، دو روز بود رفته بود ایران، شماره کارت فرستاد. یعنی نظر شما راجع به این حواشی چیه؟ برامون کامنت کنین. در آخر مرسی که تا آخرین پست همراه من بودین. لطفاً با لایک و کامنت و سابسکرایب از کانال ما حمایت کنین. همچنین زنگوله زیر این پست رو فعال کنین تا از پست‌های جدید ما هم باخبر بشین.